با سلام به برنامه این هفته ایران و جهان خوش آمدید. من مهران میرزایی هستم. در برنامه این هفته نگاهی خواهیم داشت به سخنان حسن قشقاوی، معاون وزیر امور خارجه ایران، در رابطه با بازگشت فعالان سیاسی به ایران. همچنین مهستان بختیاری در دو گزارش متفاوت از جداسازی جنسیتی در دانشگاه‌های ترکیه و دلایل به تعویق افتادن نشست ژنو دو خواهد گفت. در ادامه پیرامون اعدام زندانیان کرد در ایران و ترور دادستان زابل بحث خواهیم کرد و در پایان نیز گزارشی خواهیم داشت از آلودگی هوا در شهر اهواز. با ما همراه باشید. وزیر امور خارجه ایران میگوید ممکن است دور جدید مذاکرات هسته‌ای با 5+1 به توافقاتی منجر شود. در همین حال علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، نیز میگوید که یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قرار است 20 آبان ماه جاری برای مذاکره با مقام‌های جمهوری اسلامی به تهران سفر کند. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگو با شبکه فرانس 24 گفت ممکن است مذاکرات این هفته با گروه 5+1 به توافقاتی منجر شود. با این وجود ظریف تاکید کرد که نیازی هم برای تعیین چنین ضرب العجلی نیست و افزود فکر میکنم اگر در این دور از مذاکرات به توافق هم نرسیم فاجعه‌ای رخ نداده است. کارهای زیادی هست که باید انجام شود و در ایران بی‌اعتمادی گسترده‌ای وجود دارد. دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5+1 آخر این هفته در ژنو سوئیس برگزار می‌شود. در همین حال علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، گفته است از یوکیو آمانو برای سفر به تهران در 20 آبان دعوت به عمل آمده، اما هنوز پاسخ قطعی به این دعوت داده نشده است. او ضمن اظهار امیدواری نسبت به پذیرش این دعوت از سوی آقای آمانو، اظهار داشت از سوی کشورهای 5+1 نشانه‌های مثبتی دریافت شده است. در همین حال حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز در دیداری با سفیر جدید اتریش در تهران از حصول پیشرفت‌های خوب در مذاکرات میان ایران و گروه 5+1 خبر داد و گفت امیدواریم در مذاکرات هفته جاری در ژنو شاهد گام‌های جدید و مؤثر بیشتری در پیشرفت این مذاکرات باشیم. دور اول مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 پس از روی کار آمدن حسن روحانی ماه پیش در ژنو صورت گرفت و به دنبال آن طرفین از روند گفتگوها اظهار رضایت کردند. همچنین نمایندگان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اخیراً در وین مذاکره کردند. دور دوم مذاکرات میان ایران و کشورهای 5+1 قرار است روزهای 16 و 17 آبان ماه در شهر ژنو برگزار شود. در همین خصوص علی اکبر صالحی گفته مسئولیت مذاکرات بعدی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر عهده رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس در وین خواهد بود. رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی با انتقاد از سکوت مجامع جهانی در قبال بحران سوریه بر ضرورت مسلح‌سازی مخالفان سوری تاکید کرد. ترکی الفیصل هشدار داد در صورت ادامه وضعیت کنونی جنگ به سوریه محدود نمی‌ماند بلکه به کشورهای همسایه کشیده خواهد شد و اسرائیل نیز در خطر خواهد بود. هفته گذشته وزیر امور خارجه عربستان با انتقاد از ایران سوریه را کشوری اشغال شده توسط ایران توصیف کرد. ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی، ضمن تاکید بر ضرورت مسلح‌سازی مخالفان سوری میگوید در صورت ادامه وضعیت کنونی جنگ به سوریه محدود نمی‌ماند بلکه به کشورهای همسایه نیز کشیده خواهد شد. او در توضیح این نظر گفته است باید برتری نظام بشار اسد با دادن سلاح‌هایی به مخالفان برای دفاع از خودشان همسد شود. صحبت از فرستادن سرباز به سوریه نیست. ترکی الفیصل جامعه جهانی را در این وضعیت مقصر دانسته و اظهار داشته روس‌ها مقصرند زیرا از بشار اسد حمایت می‌کنند و به او اجازه می‌دهند دست به کشتار بزند. چینی‌ها مقصرند زیرا هر گونه اقدامی در سازمان ملل برای جلوگیری از کشتارهای بشار اسد را وتو کردند. اروپایی‌ها مقصرند زیرا به مخالفان سلاح ندادند. آمریکا مقصر است زیرا دائما از دادن تجهیزات مورد نیاز به مخالفان اجتناب می‌کند. این یک جرم جهانی است، یک رویکرد مجرمانه مبتنی بر اغمازگری در قبال مردم سوریه. وی ادامه وضعیت کنونی سوریه را مساوی با ادامه کشتارها دانسته است.
آل‌فیصل از اینکه جنگ داخلی سوریه به کشورهای همسایه از جمله لبنان، اردن، ترکیه و عراق سرایت کند ابراز نگرانی کرده و تاکید کرده است با ادامه این جنگ اسرائیل هم در خطر خواهد بود. روز دوشنبه نیز سعود الفیصل در کنفرانس خبری مشترک با جان کری با اشاره به بحران سوریه گفته بود ایران تنها برای کمک به نظام سوریه در قلقم مردم به این کشور رفته است. او همچنین سوریه را کشوری اشغال شده توسط ایران توصیف کرد. اظهارات این مقامات عربستانی در حالی است که روز گذشته بلندپایه‌ترین مقام سازمان ملل در امور بشردوستانه اعلام کرد 9 میلیون و 300 هزار نفر از مردم سوریه، یعنی حدود 40% از جمعیت این کشور، به کمک‌های خارجی احتیاج دارند. نارامی‌های سیاسی سوریه 2.5 سال پیش آغاز و به تدریج به یک جنگ داخلی گسترده تبدیل شد. جنگ داخلی سوریه تاکنون بیش از 100 هزار قربانی به جای گذاشته که طبق آمار گروه‌های حقوق بشری سوری تقریبا نیمی از آنان از میان نیروهای هوادار دولت بشار اسد هستند. در پی این درگیری‌ها چند صد هزار شهروند سوریه نیز به کشورهای همسایه پناهنده و چند میلیون نفر هم در داخل این کشور بدون سرپناه شدند. اخسر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه خبر از به تعویق افتادن کنفرانس ژنو دو داد. ابراهیمی گفت در شرایط کنونی با توجه به اختلافات و چند دستگی موجود در میان اپوزیسیون سوریه تعیین تاریخ دقیق در این زمینه دشوار است، اما تلاش می‌کنیم تا پیش از پایان سال جاری این نشست را برگزار کنیم. نشست ژنو دو قرار بود در اواخر ماه جاری برگزار شود. نشست کنفرانس ژنو دو با هدف چاره‌یابی برای بحران سوریه که قرار بود در ماه نوامبر آتی برگزار شود یک بار دیگر به تأخیر افتاد. روز سه‌شنبه اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در ژنو با نمایندگان روسیه و امریکا دیدار کرد تا در مورد مقدمات برگزاری نشست ژنو دو و همچنین تاریخ دقیق آن به توافق برسند. اما آنطور که خبرگزاری روسیه در آخرین ساعات روز سه‌شنبه گزارش داد، برگزاری این نشست یک ماه دیگر به تعویق افتاده است. بیشتر نیز گمان زنی های مبنی بر به تأخیر افتادن این نشست مطرح بود. به نظر می رسد علت تأخیر دوباره این نشست اختلاف نظر روسیه و امریکا و همچنین مخالفین سوری بر سر ترکیب شرکت کنندگان در این نشست می باشد. روسیه بر حضور ایران در این کنفرانس تاکید دارد، در حالی که ائتلاف ملی سوریه که بزرگترین گروه مخالف بشار اسد است پیشتر اعلام کرده بود که در هر نشستی که با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران برگزار شود شرکت نخواهد کرد. یکی دیگر از عمده‌ترین مشکلات بر سر راه برگزاری این نشست تعیین جدول زمانبندی به منظور کنارگیری بشار اسد از قدرت است، گزینه‌ای که مخالفین سوری سخت بر آن تاکید دارند و در نشست ژنو یک در مورد آن به توافق رسیده بودند. سوریه اما این پیش شرط را نمی‌پذیرد. دو روز پیش عمران زبی وزیر تبلیغات سوریه اعلام کرد چنانچه هدف کنفرانس ژنو دو بر کناری آقای اسد از قدرت باشد، سوریه در این نشست شرکت نخواهد کرد. از برگزاری اولین نشست ژنو موسوم به ژنو یک که با هدف چاره‌یابی درباره بحران سوریه برگزار شد 5 ماه می‌گذرد. قرار بوده که کنفرانس ژنو دو توافقات صورت گرفته در نشست پیشین را اجرایی کند، اما همه تلاش‌ها در طی این 5 ماه برای برگزاری نشست دوم بی‌نتیجه مانده است. مقامات ایران اعلام کردند وجود ذرات نیترات در هوا عامل افزایش بیماری‌های تنفسی در استان خوزستان بوده است. مقامات وزارت بهداشت اعلام کردند که حدود 5000 نفر از مردم استان به دلیل مسمومیت ناشی از بارش باران اسیدی به بیمارستان‌ها مراجعه کردند. برخی گزارش‌ها اهواز را آلوده‌ترین شهر جهان اعلام می‌کنند. در نشستی که در خوزستان برای بررسی افزایش ناگهانی بیماری‌های تنفسی برگزار شد، وجود ذرات نیترات در هوا عامل این بیماری‌ها اعلام شد. در این نشست آخرین آمار مبتلایان به تنگی نفس طی روزهای گذشته که به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان مراجعه کردند 5500 تن اعلام شد که در این بین 520 تن بستری شدند. بر اساس این گزارش، احمد رضا لاهیجانزاده، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان در این باره گفت در آنالیزی که روز دوم بارندگی روی نمونه‌های آب باران انجام دادیم، سطح یکی از پارامترها بالا نشان داده شده. این پارامتر نیترات بوده که بالا بودن میزان آن احتمال باران اسیدی را قوت می‌دهد.
بر اساس گزارش رسانه ها در ایران روز 10 آبان ماه پس از بارندگی در استان خوزستان بین 5500 تا 5800 تن به بیمارستان ها و مراکز درمانی مراجعه کردند و به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز حدود 520 تن از این افراد نیز بستری شدند. سازمان بهداشت جهانی در مهر ماه امسال اعلام کرد که شهر اهواز مرکز استان خوزستان با اختلاف چشمگیر نسبت به دیگر شهرهای جهان در صدر آلوده ترین شهرها از نظر ذرات معلق در هواست. در این گزارش از صنایع سنگین و سوخت خودرو با کیفیت پایین به عنوان عوامل اصلی آلودگی در این شهر 1,300,000 نفری نام برده شده است. شهر سنندج مرکز استان کردستان ایران نیز سومین شهر آلوده جهان در این فهرست بود. شهرهای غربی و جنوب ایران در سالهای اخیر با افزایش آلاینده‌هایی به نام ریزگرد مواجه بودند که از کشورهایی مانند عراق و عربستان سعودی وارد ایران می‌شوند. بر اساس آمارهای دولتی سالانه بیش از 10,000 نفر در ایران بر اثر آلودگی هوا می‌میرند. در پی اعدام شیرکو معارفی زندانی سیاسی کرد اعتراض عمومی به ادامه روند اعدام‌ها در ایران بالا گرفته است. در همین راستا جمعی از شهروندان کرد در شهر مریوان در اعتراض به این اعدام‌ها تجمعی برگزار کردند. اعتراض این دسته از مردم مریوان به اعدام 3 تن از زندانیان سیاسی به نام‌های حبیب‌الله گلپریپور، رضا اسماعیلی و شیرکو معارفی صورت گرفته است. در پی اعدام تعدادی از زندانیان کرد در 2 هفته اخیر، فعالان مدنی در اعتراض به اعدام این زندانیان روز سه‌شنبه 14 آبان ماه در شهر مریوان دست به تجمع اعتراضی زدند. بر اساس گزارش‌های رسیده از مریوان، ماموران امنیتی با معترضان برخورد کردند، اما هنوز آمار دقیق بازداشت شدگان مشخص نیست. در همین حال یک فعال حقوق بشر کرد که نامش فاش نشده به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است شیرکو معارفی زندانی سیاسی کرد تا لحظه اجرای حکم اعدام از آن بیخبر بود. روز شنبه 4 آبان ماه 92 حبیب الله گلپریپور زندانی کرد در زندان ارومیه اعدام شد. پس از آن رضا اسماعیلی دیگر زندانی کرد در زندان شهرستان سلماست به دار آویخته شد. این دو زندانی سیاسی به اتهام محاربه و عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک به اعدام محکوم شده بودند. در همین راستا روز 13 آبان ماه ائتلاف علیه مجازات مرگ در پیوند با افزایش اعدام‌ها در ایران بیانیه منتشر کرد. همزمان احزاب سیاسی کردستان از جمله حزب دموکرات کردستان، حزب کمالی کردستان ایران، حزب کمالی زحمتکشان و حزب دموکرات کردستان ایران در بیانیه‌های جداگانه اعدام‌های اخیر کردستان را محکوم کردند. در سال 2013 بیش از 402 نفر در ایران اعدام شدند که 53 مورد از این اعدام‌ها در ملأ عام صورت گرفته است. همچنین 81% از این اعدام‌ها به جرایم مرتبط با مواد مخدر ارتباط داشته است. این در حالی است که بر اساس گزارش رسانه‌های حقوق بشری ده‌ها اعدام پنهانی نیز در ایران صورت گرفته است. بر اساس آمار کمپین بین‌المللی حقوق بشر، جمهوری اسلامی از نظر کثرت اعدام‌ها در جهان در رده دوم پس از جمهوری خلق چین با 1,300,000,000 نفر جمعیت قرار دارد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر اخیراً به تغییر نکردن روند اعدام‌ها پس از آغاز به کار دولت جدید در ایران اعتراض کرده است. به دنبال ترور موسی نوری قلعه‌نو دادستان زابل و راننده وی توسط مهاجمان مسلح، گروه جیش العدل با صدور اطلاعیه‌ای مسئولیت این حمله را به عهده گرفت. این گروه در بیانیه خود اعلام کرده است تصمیم به ترور دادستان زابل را پس از اعدام 16 تن از جوانان بلوچ از سوی جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است. این در حالی است که پس از ترور دادستان زابل، رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان گفته بود بین این حادثه با اعدام‌های 16 تن در هفته گذشته ارتباطی وجود ندارد. گروه جیش العدل با صدور اطلاعیه اعلام کرد یکی از گردان‌های نظامی وابسته به آن طی یک عملیات دقیق و طراحی شده دادستان زابل را به قتل رسانده است. جیش العدل در بیانیه خود اعلام کرده تصمیم به ترور دادستان زابل را پس از اعدام 16 تن از جوانان بلوچ از سوی جمهوری اسلامی اتخاذ کرده است. در این بیانیه آمده که موسی نوری با همکاری محمد مرزی صدها جوان بلوچ را به جوخه اعدام سپردند. جیش العدل همچنین هشدار داده که محمد مرزی نیز در لیست سیاه این سازمان قرار دارد و این سازمان به کسی که وی را به قتل برساند 100,000,000 تومان جایزه خواهد داد.
موسی نوری قلعه‌نو دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل صبح روز گذشته توسط مهاجمان مسلح ترور شد. ابراهیم حمیدی رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان پس از این ترور به خبرگزاری فارس گفت در جریان حمله مهاجمان ناشناس و مسلح به کلاشینکوف، خودروی حامل دادستان زابل در برابر بیمارستان امیرالمومنین واقع در بزرگراه شهید طباطبایی زابل به رگبار بسته شد. وی هر گونه ارتباط بین این حادثه و حوادث هفته گذشته در استان سیستان و بلوچستان را رد کرد. در همین حال و ساعتی پس از ترور دادستان زابل، واحد مرکزی خبر به نقل از رئیس دادگستری جیرفت گزارش داد که 5 نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان جیرفت اعدام شدند. به گفته رئیس دادگستری جیرفت، این زندانیان حمل بیش از 200 کیلوگرم هروئین را در پرونده خود داشتند. اما ساعتی بعد خبرگزاری های ایران اعلام کردند که اعدام این 5 نفر به دلیل اقدام آنها برای فرار از زندان بوده است. در خبری دیگر 411 فعال سیاسی و اجتماعی ایران نیز با صدور بیانیه‌ای به محکوم کردن کشتار تروریستی 14 نفر از مرزداران ایرانی توسط گروه جیش العدل در سراوان و همچنین اعدام انتقام‌جویانه و به سبک قرون وسطایی 16 زندانی بلوچ در زندان زاهدان پرداختند. از ابتدای ماه نوامبر خبر اعدام دست کم 42 نفر در ایران اعلام شده است. اعدام‌ها از اوایل آبان ماه امسال و هنگامی شدت گرفت که 14 نفر از مرزبانان هنگ مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان در درگیری مسلحانه با افرادی که اشرار مسلح خوانده شدند به قتل رسیدند. یک مقام آمریکایی میگوید واشنگتن در حال بررسی اطلاعاتی است که احتمال می‌دهد دولت بشار اسد در حال پنهان کردن بخشی از جنگ افزارهای شیمیایی خود است. بر پایه توافق روسیه و آمریکا و تصویب قطعنامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل متحد، سوریه با نابودی زرادخانه شیمیایی خود تا نیمه سال 2014 میلادی موافقت کرد. یک مقام آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود به خبرگزاری رویترز گفت نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه سوری‌ها احتمالاً در پی پنهان کردن بخشی از انبار جنگ‌افزارهای شیمیایی خود هستند. این مقام آمریکایی افزوده است جامعه جهانی باید به فشارهای خود بر نظام بشار اسد ادامه دهد تا این نظام تمام زرادخانه شیمیایی خود را در اختیار بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قرار دهد. پیش از این شبکه خبری CNN درباره نگرانی مقام‌های آمریکایی از تلاش دولت سوریه برای پنهان کردن بخشی از جنگ‌افزارهای شیمیایی خبر داده بود، اما سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA و وزارت دفاع این کشور پنتاگون از واکنش به آن خودداری کردند. در همین راستا سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد نیز نسبت به اطلاعاتی که حکومت سوریه درباره ابعاد سلاح‌های شیمیایی خود داده زنین است و میگوید باید اقدامات بیشتری صورت گیرد تا نسبت به صحت این اطلاعات اطمینان حاصل کرد. فهرستی که سوریه در اختیار سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قرار داده در مجموع 700 برگ است و قرار است با اتکا به آن این سلاح‌ها نابود شوند. تلاش‌های بین‌المللی برای نابودی سلاح‌های شیمیایی سوریه از زمانی شدت گرفت که 21 اوت امسال بیش از 1400 نفر در جریان استفاده از سلاح شیمیایی در حومه دمشق جان باختند. پس از این واقعه و به دنبال تهدیدهای آمریکا برای حمله به سوریه بود که توافقی میان روسیه و ایالات متحده بر سر نابودی کامل سلاح‌های شیمیایی سوریه انجام گرفت. بر اساس این توافق قرار شد سوریه همه سلاح‌های شیمیایی خود را در اختیار جامعه بین‌المللی قرار دهد تا نابود شوند. حسن قشقاوی معاون وزارت امور خارجه گفته است قرار است کمیته‌ای برای بازگشت فعالان سیاسی خارج از کشور به ایران تشکیل شود. وی همچنین گفت که فعالان سیاسی خارج شده از کشور می‌توانند بدون هیچ قید و شرطی به کشور بازگردند. این اظهارات در حالی است که ماه‌های اخیر برخی از فعالان سیاسی تبعیدی به ایران بازگشتند و مورد تعقیب دستگاه قضایی قرار گرفتند. حسن قشقاوی معاون پارلمانی وزارت خارجه درباره بازگشت ایرانیان خارج از کشور گفت علاوه بر این که از این فعالان برای بازگشت به ایران دعوت شده، بلکه اقدام عملی هم در این باره شکل گرفته است. آقای قشقاوی به روزنامه آرمان گفته است فکر می‌کنم دستورالعملی که اخیراً رئیس جمهور به آقای علوی وزیر اطلاعات دادند گویای رویکرد دولت 11 هم در این مورد است.
ایشان دستور دادند که کارگروهی از وزرای مختلف از جمله وزارت خارجه تشکیل شود تا نحوه آمدن ایرانی‌هایی که طی سال‌های اخیر از ایران خارج شده‌اند را بررسی کند، مخصوصاً آنهایی که شاکی خصوصی ندارند، پرونده‌شان را مورد بررسی قرار دهد. در جلسه کمیته سیاسی دولت که هفته گذشته برگزار شد، مطابق دستور دکتر روحانی برای رسیدگی به امور ایرانیان خارج از کشور و رفت و آمد سهل آنها این کمیته تشکیل شده است. البته باید دانست که بخشی از نیامدن هموطنان ما ناشی از القاعات اپوزیسیون در خارج از کشور است. در ایران هم مطلقاً ترسی بابت ورود ایرانیان مهاجر به کشور وجود ندارد. به عقیده من بسیاری از این ترس‌ها خود ساخته است. این ترس هیچ ریشه‌ای ندارد. در قانون کیفری ایران مطلبی تحت عنوان ممنوع الورود نداریم. معاون دکتر ظریف در پاسخ به اینکه آیا منظور کسانی است که به خاطر مسائل سیاسی از کشور خارج شدند گفت ما هیچ قیدی در دادن خدمات کنسولی به فعالان سیاسی که به هر دلیلی از کشور خارج شدند نداریم. آنها می توانند وارد کشور شوند، اما اگر اقداماتی را انجام داده باشند که شاکی خصوصی داشته باشند، هیچ فرقی برای قوه قضاییه بین ایرانی از خارج آمده یا ایرانی که در داخل کشور جرمی انجام داده باشد نیست. وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با آنها برخوردی نخواهد شد گفت نه، ترسی نداشته باشند. پیش از این نیز محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در خصوص بازگشت فعالان سیاسی به ایران گفته بود هر شخصی که خلافی نداشته باشد تضمین می‌دهیم مشکلی نخواهد داشت. او با اشاره به نارامی‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ایران گفت ترس بیمورد کسانی که در حوادث 88 خلافی مرتکب نشدند را حل می‌کنیم. اظهارات مقامات ایران درباره بازگشت بدون دغدغه فعالانی که در تبعید به سر می‌برند در حالی است که پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری برخی از روزنامه نگاران و فعالان اصلاح طلب به ایران بازگشتند و بلافاصله در تعقیب قضایی قرار گرفتند. پس از انتخابات سال 1388 و سرکوب معترضان به نتیجه اعلام شده از سوی حکومت ایران، موجی از مهاجرت ایرانیان آغاز شد. بسیاری از فعالان سیاسی، روزنامه نگاران و همچنین مردم عادی که در تظاهرات ضد حکومتی شرکت کرده بودند، با برخوردهای خشن حاکمیت روبرو شده و مجبور به ترک وطن شدند. بسیاری دیگر که در ایران ماندند هم همچنان در زندان به سر می‌برند. پنج نماینده مجلس درباره اتفاقات رخ داده در مورد دختران موسوی به وزیر اطلاعات تذکر دادند. در همین راستا علی مطهری گفته است نمی‌شود برای یک طرف ماجرا حتی سخن گفتن با رسانه‌ها ممنوع شود و برای طرف دیگر همه تریبون‌ها آماده و مهیا باشد. به دنبال اتفاقات رخ داده برای دختران میرحسین موسوی، پنج نماینده مجلس ایران به وزیر اطلاعات تذکر دادند. علی مطهری نخستین نماینده بود که به این مسئله معترض شد و اعلام کرد ماجرا را در قالب طرح سوال از وزیر اطلاعات پیگیری خواهد کرد. علاوه بر علی مطهری، مسعود پزشکیان، حسین فتاحی، ایرج حسنزاده و غلامرضا تاجگردون نمایندگان تهران، تبریز، نقده، گچساران و ارومیه در مورد عدم شفافسازی پیرامون اتفاقاتی که روز عید قدیر برای دختران میرحسین موسوی رخ داد به وزیر اطلاعات تذکر دادند. در همین راستا علی مطهری به روزنامه شرق گفته است دختران آقای موسوی هم باید بتوانند با رسانه ها حرف بزنند. مسئولان مربوط هم یا تایید می کنند یا تکذیب. موضوع باید برای جامعه روشن شود. نمی شود که برای یک طرف ماجرا حتی سخن گفتن با رسانه ها ممنوع شود و آن وقت برای طرف دیگر همه تریبون ها مهیا باشد و مدام اظهار نظر کنند و مردم هم مجبور باشند همان حرف را قبول کنند. علی مطهری افسوده است که عدم شکایت فرزندان میرحسین موسوی به قوه قضاییه دلیل بر این نیست که شکایتی ندارند. دختران میرحسین موسوی از رهبران جنبش اعتراضی پس از انتخابات 1388 میگویند روز پنج شنبه دوم آبان برای ملاقات با پدر و مادر خود به محل حصر آنها رفته بودند و پس از آنکه در مقابل درخواست ماموران امنیتی زن برای درآوردن تمام لباس‌های خود برای بازرسی بدنی مقاومت کردند، از مامور امنیتی سیلی خورده و مورد ضرب و شتم و بی‌احترامی قرار گرفتند. پس از آن یکی از مقامات وزارت اطلاعات بدون آنکه نامش فاش شود فرزندان آقای موسوی را در این قائله مقصر شناخت و وزیر دادگستری دولت روحانی هم این موضوع را یک ماجراجویی و جوسازی رسانه‌ای نامید و گفت متاسفانه این حرفا حاشیه‌سازی است
و دولت بنا نیست وارد این ماجراها شود. به گفته یکی از دختران آقای موسوی، ماموران امنیتی در خفا بارها از آنها عذرخواهی کردند، اما همین که مسئله عمومی شد ما را متهم به جفسازی کردند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز گذشته با حمایت از طرح جداسازی جنسیتی خوابگاه‌های دانشجویی در ترکیه از منتقدان و روزنامه‌نگارانی که این طرح دولت را دخالت در زندگی مردم می‌دانند انتقاد کرد. آقای رجب طیب اردوغان در چند سال گذشته و به ویژه در چند ماه اخیر طرح‌هایی رو در ترکیه اجرا کرده که به هر حال واکنش‌های زیادی رو در سطح افکار عمومی به همراه داشته. از جمله در جدیدترین اقدام، آقای اردوغان خواستار جداسازی جنسیتی دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه‌های دولتی این کشور شده و عنوان می‌کنه که تا به الان بیش از 2/3 دانشگاه‌های دولتی ترکیه طرح جنسیتی در اونها اجرا شده. دلایلی که در این رابطه آقای اردوغان مطرح میکنه این هستش که به هر حال تعداد زیادی شکایات از سوی مردم به دولت رسیده در این رابطه و ما به عنوان یک دولت محافظه‌کار و دموکراتیک موظف به پاسخگویی به مردم هستیم. آقای اردوغان عنوان میکنه که این پذیرفتنی نیست. پسران و دخترانی که هنوز ازدواج نکردن در خانه‌های مشترک با هم زندگی بکنن. طبیعتاً اجرای این طرح‌ها از سوی دولت در سطح جامعه بازتاب‌های خاص خودش و واکنش‌های خاص خودش رو داشته. از جمله عده‌ای اعتقاد دارن که وضع این گونه قوانین به نوعی حریم خصوصی افراد رو نقض می‌کنه، یا خود دانشجویان که معتقد هستن به هر حال فردی که بالای 18 سال سن داره و از خانواده جدا شده، آنچه که انجام میده به حریم خصوصی خودش مربوط است و این در قانون اساسی ترکیه هم تضمین شده. در مقابل در واقع چنین واکنش های آقای بلند آرنج، معاون نخست وزیری ترکیه، میگه که یقینا آنچه که دولت انجام خواهد داد در چارچوب قانون خواهد بود و ما موظف هستیم که از جوانان خودمون محافظت بکنیم. و روی همونطور که گفته شد، طرح‌های این چنینی در ترکیه واکنش‌های زیادی رو در پی داشته در چند ماه اخیر، از جمله همین طرح مربوط به حذف ممنوعیت استفاده از حجاب در مراکز دولتی که در پاییز گذشته اجرا شد، یا قانون جدید مربوط به خرید و فروش مشروبات الکلی که در همین ماه اخیر در ترکیه اجرا شد و به موجب اون فروش مشروبات الکلی از ساعت 10 شب تا 6 بامداد در ترکیه ممنوع استش. مضاف بر این که تبلیغ برای فروش مشروبات الکلی در سطح شهر یا تلویزیون هم ممنوع شده. مالیات زیادی رو هم دولت بر فروش مشروبات الکلی وضع کرده و یا اینکه فروشندگان و فروشگاه‌های مشروبات الکلی رو موظف کرده که در نزدیکی مساجد و مراکز آموزشی نباشند. به هر حال خارج از اون در واقع واکنش‌ها و انتقاداتی که نسبت به طرح‌های اصلاحی آقای اردوغان در جامعه مطرح هستش، یک سری انتقاداتی هم از بعد اقتصادی نسبت به این طرح‌ها به خصوص به طرح جدید مربوط به فروش مشروبات الکلی مطرح هستش. میدونیم که به هر حال بخش بزرگی از درآمد کشور ترکیه از راه توریست هست و صنعت توریست در این کشور یک صنعت پر رونقی هست. هر ساله بیش از 30 میلیون نفر از این کشور بازدید میکنن. این عده منتقدان اعتقاد دارن که وضع این گونه قوانین و این جور محدودیت ها باعث میشه که آمار بازدید کنندگان و توریسم خارجی از کشور ترکیه کاهش پیدا بکنه، در نتیجه مشاغلی که در ارتباط با توریسم هستن ضرر خواهند کرد. اما دولت هم در مقابل در واقع عنوان میکنه که ما موظف هستیم برای حفاظت از جوانان خودمون و تربیت اخلاقی اونها این گونه قوانین رو وضع بکنیم. برای میدونیم که بخش بزرگی از جامعه ترکیه به خصوص در استانهای مرکزی این کشور هنوز دارای بافت سنتی هستند و بسیاری از مناسبات اجتماعی در زیر چتر شئونات مذهبی در واقع تعریف میشه. اما ناگفته هم نماند بخش بزرگی از جامعه ترکیه نیز هستن که با حفظ و رعایت این شئونات و احترام به اونها در واقع بر این نکته تاکید میکنن که ایده و عقاید شخصی افراد و ایده خصوصی افراد باید محترم شمرده بشه و اون چیزی که در واقع در ترکیه از به عنوان سکولاریسم از اون نام برده میشه و در واقع یکی از افتخارات ترکیه دست کم در منطقه است که تونسته مناسبات و مناسبات مذهبی رو خارج از مناسبات اجرایی و دولتی نگه داره، این افراد اعتقاد دارن که باید این حریم همچنان حفظ بشه.
بر روی در چند روز گذشته هم ما شاهد بودیم که اتحادیه اروپا مذاکرات جدید خودش رو با ترکیه بر سر موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا آغاز کرده، هرچند که 3 سال وقفه در این زمینه دیده میشه، اما آنچه که به نظر میرسه در دور جدید مذاکرات و بر سر میز گفتگو یکی از موضوعاتی که احتمال میره در مورد اون صحبت بشه همین مسئله کنش داخلی دولت ترکیه در داخل هستش و وضع قوانین محلی و داخلی که احتمالاً این گونه موارد رو هم در بر خواهد گرفت. علی یونسی دستیار ویژه روحانی در امور اقلیت‌ها با اشاره به ترور دادستان زابل از نیروهای امنیتی خواست با کنار گذاشتن اختلافات ریشه‌های ترور را شناسایی کنند. او همچنین خواستار دخالت دادن اهل سنت در تصمیمات ملی شد. موسی نوری دادستان زابل و یکی از کارمندان دادگستری زاهدان به نام مهدی مرعی روز چهارشنبه 15 آبان ماه از سوی گروه جیش العدل در استان سیستان و بلوچستان کشته شدند. مقام های امنیتی و قضایی این استان بلافاصله ادعا کردند که این ترور هیچ ارتباطی با احکام اعدام 16 نفری که قوه قضایی در انتقام از حمله جیش العدل به اجرا گذاشته نداشته است. اما روز پنجشنبه ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضایی تاکید کرد دادستان زابل در واکنش به اعدام 16 نفر در استان سیستان و بلوچستان کشته شده است. علی یونسی دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌ها در سخنانی با اشاره به ترور دادستان زابل گفته بیش از هر چیزی باید اقلیت‌های مذهبی به خصوص اهل سنت را در تصمیمات ملی دخالت بدهیم. به گفته است نیروهای امنیتی باید با کنار گذاشتن اختلافات ریشه های ترور را شناسایی کنند. دستیار ویژه رئیس جمهوری اسلامی ترور دادستان زابل را به گروه‌های سلفی وابسته به القاعده نسبت داد. موسی نوری قلعه نو دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل روز چهارشنبه 15 آبان هنگامی که با اتومبیل عازم محل کارش بود ترور شد. رئیس دادگستری سیستان و بلوچستان بلافاصله تاکید کرد میان ترور دادستان زابل و اعدام‌های اخیر در این استان هیچ ارتباطی وجود ندارد، اما گروه موسوم به جیش العدل مسئولیت این ترور را بر عهده گرفت. و روز گذشته نیز ابراهیم رئیسی معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد دادستان زابل در واکنش به اعدام 16 نفر در استان سیستان و بلوچستان کشته شده است. یک سایت کردی از قول داسه نماینده اصلاح طلب کرد در مجلس ششم خبر داد که علی یونسی در جلسه‌ای با نمایندگان و فعالان سیاسی کرد ضمن ابراز ناخشنودی از اعدام‌های اخیر در کردستان اجرای این احکام را به افراد تندرو در جاهای دیگر منتسب کرده است. حاصل داسه به نقل از علی یونسی گفت همه مسئولان اجرایی دولت از این اقدام‌ها ناراضی هستند. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی انتظار می رفت که روند اعدام ها در ایران کاهش یابد، اما ایران در ماه های اخیر رکورد های تازه ای از شمار اعدام ها به خصوص در استان های کردستان و سیستان و بلوچستان به ثبت رساند. به عنوان نمونه در 2 هفته بین 20 شهریور تا 3 مهر سال 92 مقامات ایرانی از اعدام 50 تن به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر خبر دادند. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از دولت ایران خواستند که روند اعدام‌ها را متوقف کند. خبرگزاری رویترز می‌گوید ایران نقل و انتقال مجانی نفت به هند را آغاز کرده است و مشتریان نفت ایران در هند همزمان با خرید نفت ارزان پولی هم برای حمل آن به بنادر هند نمی‌پردازند. تحریم‌های اتحادیه اروپا و به ویژه آمریکا علیه صادرات نفت ایران فشار روزافزونی بر ایران وارد کرده است، به طوری که از سال 2011 تا نیمه اول سال جاری میلادی صادرات نفت خام ایران از 2.2 میلیون بشکه در روز به حدود 1 میلیون بشکه رسید. خبرگزاری رویترز گزارش داده است ایران برای ممانعت از کاهش هرچه بیشتر صادرات نفت به دولت دهلی نو پیشنهاد داده که به صورت رایگان نفت را به بندرهای این کشور حمل کند. این گزارش می افزاید این پیشنهاد نشان دهنده تقلای ایران برای ادامه صادرات نفت با توسل به تمام راه‌ها و ابزارهای ممکن است. یک منبع مطلع به خبرگزاری رویترز گفته است مشتریان هندی نفت ایران یعنی پالایشگاه مانگلور، ایندین اول و آثار در ازای خرید نفت از ایران برای هر بشکه 70 سنت تا 1 دلار می توانند صرفه‌جویی کنند. بر اساس گفته این منابع تهران به هند گفته است که در صورت افزایش حجم خرید نفت این کشور می تواند تخفیف بیشتری در قیمت نفت صادراتی بدهد.
تهران پیشتر در امتیاز دیگری به هند این امکان را فراهم کرده بود که خریداران این کشور پس از 90 روز تسویه حساب کنند، در حالی که اغلب فروشندگان فقط به مدت 30 روز به صورت اعتباری به پالایشگاه‌ها نفت می‌فروشند. رویترز می‌افزاید اگرچه این پیشنهادها برای هند جذاب است، اما دهلی از عدم معافیت احتمالی از تحریم‌های آمریکا در حراس است. معافیت 6 ماهه آمریکا برای مشتریان نفتی ایران در اواخر سال جاری میلادی تمام خواهد شد و کشورهای مشتری نفت ایران باید رضایت آمریکا را برای دریافت معافیت 6 ماهه دیگر جلب کنند. این تخفیف‌های ایران در شرایطی است که به دلیل غیر ممکن شدن نقل و انتقالات مالی با ایران، بدهی هند به تهران هم اکنون به 5.3 میلیارد دلار رسیده است که 1.8 میلیارد آن بدهی پالایشگاهی هندی به دولت تهران است. همچنین کره جنوبی و ژاپن نیز هر کدام 5 میلیارد دلار به ایران بدهی دارند. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران، هفته گذشته میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در چین را نیز 22 میلیارد دلار اعلام کرد. در پی اظهارات نوبخت، روزنامه دولتی ایران طی گزارشی حجم پول بلوکه شده ایران از بابت صادرات نفت در خارج را مجموعاً 41 میلیارد دلار عنوان کرد. قبل از تحریم‌های غرب، صادرات نفت ایران شامل روزانه 2.2 میلیون بشکه نفت خام و 300 هزار بشکه میعانت گازی می‌شد. اما پس از تحریم‌ها، صادرات نفت خام ایران تا 1 میلیون بشکه در روز کاهش یافت و به 1.2 میلیون بشکه در روز رسید. ادامه کاهش صادرات نفت ایران به زیر 1 میلیون بشکه در حالی است که در قانون بودجه سال جاری صادرات روزانه 1.3 میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده است. بسیار سپاسگزاریم که با ما همراه بودین در این برنامه. شما می توانید برنامه‌های ما را در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید و از همین طریق می توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید. منتظر پیشنهادات شما هستیم. شب و روز خوشی را براتون آرزو می‌کنیم.